فصل ششم. بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که دریای تبریه است رفت. و عده زیادی که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند به دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. ایام عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و عده زیادی را دید که به طرف او می‌آیند، از فیلیپوس پرسید: از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می‌دانست چه باید بکند. فیلیپوس پاسخ داد: 3000 ریال نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت: پسر بچه‌ای در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی آن برای این عده چه می شود؟ عیسی گفت: مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود. پس مردم که در حدود 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهی ها را نیز همینطور، هر قدر خواستند تقسیم کرد. وقتی همه سیر شدند به شاگردان گفت: خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود. پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبد از خورده های باقی مانده آن 5 نان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان پیامبر موعود است که میبایست به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها میخواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناحوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود 1 فرسنگ جلو رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می‌زنند و به طرف قایق می‌آید. آنها ترسیدند. اما عیسی با آنها گفت: من هستم، نترسید. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفتند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید، به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تایید کرده است. آنها از او پرسیدند: وظیفه ما چیست؟ چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. آنها گفتند: چه معجزه‌ای نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردن و چنان که کتاب مقدس می فرماید، او از آسمان با آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی با آنان گفت: یقین بدانید که آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد.
به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی با آنها گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من اراده خود و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهد. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را میبیند و به او ایمان میآورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟ پس چگونه می گوید من از آسمان آمدم؟ عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید. هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردن ولی مردن. اما من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میاشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند آن نانی نیست که پدران شما خوردن و مردن. زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناحوم تعلیم می‌داد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگام که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی میتواند با آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت میکند با آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود صعود میکند چه خواهید کرد؟ روح است که حیات میبخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد میشناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟
شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.